سلام دوستان، خیلی خوش اومدیم به این ویدیو. در این ویدیو میریم و یکی از اشکالات یا ارورهای رایج آردوینو رو با هم دیگه بررسی میکنیم. شاید برای شما هم پیش اومده باشه که نشستین و روزها و ساعتها وقت گذاشتید و یک برنامه آردوینو نوشتید و خب الان وقت آپلود کردنشه، میاین اون رو آپلود میکنید و میبینید که یک ارور میده. کارهای مختلفی هم تست کردید و انجام دادید اما به نتیجه ای نرسیدید. اما توی این ویدیو میریم و یه سری روش ها واسه یه حل کردن این مشکل رو با هم دیگه بررسی میکنیم. اما قبلش این ویدیو رو لایک کنید و این کانال رو سابسکرایب کنید، چون در این کانال ما الکترونیک رو به زبون ساده آموزش میدیم. اولین کاری که میتونیم انجام بدیم اینه که بریم و توی قسمت بورد منیجر آردوینومون رو اضافه بکنیم. دقت کنین که حتما اینترنتتون روشن باشه. من اینجا میام و مدل آردوینوم رو می نویسم و وقتی که شما مدل آردوینوتون رو اینجا می نویسید، اولین گزینه اون آردوینو شما هستش که اینجا همیشه توضیحات رو داده و همچنین توی این لیست آردوینو یونو هم قرار داره. احتمالا برای شما این دکمه اینستال هستش که بعد اون رو بزنید. دقت کنین که آخرین ورژنش باشه و من چون از قبل این رو نصب کردم برای من ریموو رو میاره. کار بعدی که میتونیم انجام بدیم اینه که این رو میبندیم و میریم وارد این منو میشیم و اینجا بورد اند پورت رو میزنیم. در این قسمت باید شما مدل بوردتون رو انتخاب کنید. من آردوینو یونو دارم، پس آردوینو یونو رو مینویسم و اینجا این رو تیک میزنم. در اینجا همین تیک رو بزنید و آردوینوی که دارید رو انتخاب کنید. ممکنه بپرسین از کجا باید پورت آردوینو یا کام آردوینو رو شناسایی بکنیم، چون ممکنه شما اینجا گزینه‌های دیگه هم داشته باشید و تشخیص آردوینو از این گزینه‌ها ممکنه سخت باشه. راحت این روشش اینه که بیایم و آردوینومون رو جدا بکنیم از کامپیوتر و همونطور که می‌بینید این گزینه برای من از اینجا رفت. در نتیجه اون کام 4 آردوینوی من هستش. دوباره اون رو متصل می‌کنم. کامنت 4 که آردوینوی من هست رو انتخاب و اوکی رو میزنم. این روش در اکثر مواقع این مشکل رو حل میکنه. دوباره میام آپلود رو میزنم، باز هم این ارور رو برای من میاره. این سخت‌ترین سناریویی هستش که میتونه اتفاق بیفته، ولی با همدیگه این رو حل میکنیم. برای این کار شما باید برید و توی دیوایس منیجرتون و ببینید که درایور آردوینو به درستی نصب شده باشه. برای این کار ویندوز و ایکس رو میزنید یا روی منوی استارت رایت کلیک میکنید و دیوایس منیجر رو میزنید. ممکنه برای شما اینجا یه گزینه آنون شناسایی شده باشه که ممکنه اون آردوینو شما باشه. با همون روش جدا کردن آردوینو میتونید اون رو هم تشخیص بدید. اگه اینطور بود باید برید و روی اون رایت کلیک بکنید که من اینجا چون اینجا هستش آردوینو بهتون نشون میدم، روش رایت کلیک میکنید و آپدیت درایور رو میزنید و براوز مای کامپیوتر رو میزنید و روی این گزینه این تیک رو برمیدارید و وارد پوشه آردوینو LLC میشید و در اینجا دنبال اون مدل آردوینو تو میگردید که من آردوینو یونو دارم و روی اون کلیک و نکست رو میزنم. اینجا یس رو میزنم اگه این پیغام واسم اومد و کلوز رو میزنم. اگه شما توی این منو این گزینه ها رو نداشتید، باید برید و درایور آردوینو رو نصب کنید. من فایل درایور آردوینو رو هم براتون قرار میدم. برای این کار کافیه فایل آردوینو درایورز رو که براتون توی کانال تلگرام قرار میدم رو دانلود کنید و واردش بشید و در اینجا بر حسب سیستمتون که 32 بیتی هست یا 64 بیتی یکی از اینا رو باید انتخاب بکنیم. اینی که نوشته X86 برای کامپیوترهای 32 بیتی هست و این مورد برای کامپیوترهای 64 بیتی. من چون کامپیوترم 64 بیتی هستش این مورد رو انتخاب میکنم و روش دبل کلیک میکنم. در پنجره که باز میشه Yes رو میزنم، در اینجا Next رو میزنم و اینها باید برای من تیک بخوره. حالا اگه یه بار این رو ببندید و دوباره باز بکنید این گزینه ها برای شما اضافه میشه. خب حالا ما این رو هم داریم، ببینیم الان مشکلمون حل شده یا نه. میبینید که باز همین ارور رو میاره. اما الان باید بریم و درایور متناسب با این ورژن رو انتخاب کنیم.
من چون از این آردیونو دارم استفاده می کنم که یک آردیونو غیر رسمی هستش، یعنی توسط یه شرکت دیگه ساخته شده، ممکنه یه درایور دیگه نیاز داشته باشم. اما شما اگر از این آردیونو که آردیونوی رسمی هستش استفاده کنید، احتمالا با همون درایوری که الان نصب کردیم مشکلتون حل میشه. همطور که میبینید آردیونوی رسمی لوگوی آردیونو رو در این قسمت داره، اما توی این ورژن ما لوگوی آردیونو رو نداریم. برای این کار میریم و روی این رایت کلیک میکنیم و پراپرتیز رو میزنیم و در قسمت دیتیلز این منو رو باز میکنید و وارد دیوایس اینستانس پث میشید و روی این مورد رایت کلیک میکنید و کپی رو میزنید. حالا در مرورگرتون این عبارت رو پیست میکنید و اون رو سرچ میکنید. این اولین سایتی هستش که میاد واردش میشم و درایور این چیپ که روی آریونوی ما هستش رو برای ما قرار داده. میام اینجا و آخرین ورژنش رو دانلود میکنم. ممکنه ورژن جدیدش برای شما کار نکنه و مجبور شید ورژن های قدیمی تر رو نصب بکنید، اما من همین ورژن رو دانلود میکنم. با کلیک کردن روی این لینک میتونم این رو دانلود، اما من این فایل رو هم براتون توی کانال تلگرام قرار میدم که بتونید از اونجا اون رو دانلود بکنید. این فایل هستش که واردش میشم و در اینجا ستاپ رو اجرا میکنم. یس رو میزنم، اینجا اینستال رو میزنم و منتظر این پیغام میشم که اینجا به من میگه که درایور با موفقیت نصب شده. اوکی رو میزنم، این رو میتونیم ببندیم و حالا اگه وارد اینجا بشم میبینید که این یه درایور دیگه برای من نصب کرده. خب حالا مجدد میرم و وارد IDE میشم و تست میکنم ببینم آیا مشکلم حل شده یا نه. آپلود رو میزنم، روی بوردم آپلود انجام شد، برنامه‌ام داره اجرا میشه و اینجا هم دان آپلودینگ رو نوشت و همونطور که میبینید برنامه داره به درستی کار میکنه. این همون برنامه ای هستش که توی قسمت اول آردیونو با هم دیگه نوشتیمش. ممنونم که این ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما ویدیو رو لایک بکنید. اگر نظر، انتقاد یا پیشنهاد هم دارید توی کامنت ها منتظرتون هستم و این کانال رو برای محتواهای بیشتر سابسکرایب کنید، چون در این کانال ما الکترونیک رو به زبون ساده آموزش میدیم. ممنون بابت وقتی که گذاشتید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.